سلام، تو این قسمت واتر کینگدوم میخوام بزرگترین فارم کریپری که خودم تا حالا ساختم و شاید بعضیاتون هم دیده باشید رو بسازم. خیلی گنده است و برای ساختن این به حدود 5000 تا پشم به علاوه کلی رنگ و کلی وسایل دیگه نیاز دارم برای ساختن خود فارم. با من همراه باشید تو این ویدیو، تو مسیر ساخت این ببینیم چه اتفاقایی میفته. راستی اسکین جدیدمو دوست دارید؟ اسکین جدیدمو خودم خیلی دوست دارم. پشتش عکس پیکیه، جلوش هم که تیپ مشکیه، کلاه، همه چی هست. خیلی خودم دوستش دارم. دارم عشق میکنم با این اسکین. خیلی خوب. اولین کاری که باید بکنم اینه که میخوام این فارم کاکتوسو گنده‌تر کنم، چون واقعا 4 تا کاکتوس جواب نیازهامو نمیده. میخوام حداقل یه طبقه بهش اضافه کنم این فارمی که اینجا هستو. برو بریم. خب فارم کاکتوسمو یه طبقه گنده تر کردم، الان کاکتوس بیشتری برام در میاد، ایشالله که نیازامو برطرف میکنه و مجبوره میشم دوباره گنده ترش کنم. مرحله بعدی از پروژه بزرگی که داریم در آوردن 5000 تا پشمه. برای این کار میخوام یه فارم پشم درست کنم با یه عالم گوسفند که بلکه بتونم با گذشت چند روز توی گیم پشمی که میخوامو در بیارم. بریم برای استارت پروژه که خود فارم پشم پروژه‌ایه برای خودش، یعنی وقت قراره ببره. خب رسیدیم به اصل ماجرا. اصل ماجرا چیه؟ این که ما اینجا قیچیامونو داریم، ماین کارت با هاپرمونو داریم، چستمونو داریم، ردستون داریم، دیسپنسر داریم، ابزرور داریم، شیشه داریم، ریل داریم و آمادم که تو این محوطه یه فارم پشم 16 تایی بسازم که نیازهای منو برطرف کنه. تازه لیدم داریم، قراره بریم گوسفند از اونجا بیاریم. با من باشید فارمو بسازم که قراره کلی پشم فارم کنیم. بزن بریم. تلاش کردم یه چند تا گوسفند در بیارم از استابلم که ببرم و یه چند پشت استابلی که باز کردم یه چند تا گوسفند از استابلم در اومدن که میخوام اینا رو الان ببرم تو فارمم. فکر کنم کافی باشه، فکر کنم، مطمئن نیستم. این آخریش. خیلی خب، حالا وقتشی که یه سر و سامونی به رنگ گوسفندامون بدیم. حالا دیگه تنها چیزی که مونده اینه که ردستونا رو بزنم و فارم به طور رسمی افتتاح میشه. آقا تبریک میگم، فارم پشم ما آماده شد. بلوکای رنگی، رنگایی که میخوایم، سبز روشن، سبز خاکستری روشن و سفیده. این اکثر یه خب یه مقدارم سیاه میخوایم که سیاه ها رو از یه راه دیگه جور میکنیم، حالا بهتون نشونش میدم. اون سیاهه؟ تو گوسفند سیاهی؟ نه، تو خاکستری. خب شب و منم خیلی خستم و میخوام بخوابم. فقط قبل اینکه بخوابم بهتون بگم که یه دستی میخوام به این فارم گوسفند بکشم تا وقتی پشما شروع میکنه فارم شدن، چون واقعا این شکلی اصلا زشته. این بغل ابهت اون فارم، بغل چیزایی که اینجا ساختیم، واقعا زشته همچین فارم این شکلی باشه. همراه من باشید تا اینو یه حرکتی روش بزنیم و یه عالی بهش بدیم بعد خوابمون. شب بخیر. از آخرین باری که باهاتون حرف زدم خیلی گذشته، خیلی 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 گذشته. توی این مدت یه عالمه کار کردم که قراره نشونتون بدم. اول همه این که یه خورده اینچنت زدم رو آیتمام، به علاوه این که یه سری آیتم فریم جدید رو چستام زدم، آیتمامو مرتب کردم، خرت و پرتایی که داشتم از سطح مپ برداشتم آوردم ریختم تو چستای مختلف. تازه تو تریدینگ هالم اومدم این زیرش لاوا گذاشتم. قبلا میخواستم تو ذهنم بود بذارم ولی لاواشو نداشتم، الان لاواشو دارم که انجام بدم. اینجا رو یه خورده خوشگل‌تر کرده. اما واسه این تریدینگ هال بعدن یه ایده خفن دارم که حالا این ویدیو فعلا کاریش نداری. و در آخر هم یه دکور درست کردم برای فارم پشممون، یه ساختمون درست کردم که همجوری ولو نباشه. متاسفانه خبر بدی که براتون دارم اینه که بعد از این همه مدت صبر کردن تازه اندازه 4 سک خورده ای از هر کدوم فارما در اومده و هنوز راه زیاده. چرا راه زیاده میپرسید؟
به خاطر اینکه یادتونه گفتم 5000 بلاک میخوام برای این بیلدی که میخوام بسازم، یه دور دیگه محاسبش کردم و به این نتیجه رسیدم که یه کوچولو محاسباتم غلط بود. خیلی ریزا کم، خیلی کم، خیلی خیلی کم. 5000 تایی که بهتون گفتم تقریبا 13-14000 تا میخوام، یعنی 7-8000 تا اشتباه حساب کرده بودم. و خب اینایی که میبینید اینجا همشو بذاری رو هم به 13-14000 تا که نمیرسه. بذار سرانگشتی حساب کنیم، اگه ببینیم 5 تا استک اصلا پر شده باشه، 5-6-4 تا چقدر میشه؟ ما میگیریم 300 هر کدوم چستا پر شده باشه، 16 تا چست 300 تا 4800 تا بلاکه. هنوز یک سوم راه مونده و من پدرم داره در میاد، ولی میخوام شروع کنم پروژه رو. بیاید اینجا رو نشونتون بدم. بیاید. ببینید این 8 رو میبینین؟ این 8 تا پشم رو من گذاشتم اینجا. این 8 تا پشم پشمای پایه بیلدمونه، ستون گنگ این 8 تا پشمن. میخوام بیلد رو شروع کنم تا هر چقدر بلاک دارم برم بالا، بعدش با هم دوباره حرف میزنیم میبینمتون. من برم استارت پروژه رو بزنم. خداحافظ. خب من دوباره برگشتم. اینی که قراره ببینید، این ببینید بالکن خونمه. این تازه یک قسمت کوچیکی از چیزیه که قراره بسازم. این که عرضش 32 و ارتفاعش هم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 در 32. الان بریم دورشو ببینیم که این ور داره، بالا داره، سمت این ور داره، پشت داره و این ور داره. همه اینا که میبینین فقط پای یه دونه از پاهای یه کریپره. بچه یک دونه از پاهای کریپر من تونستم بسازم. متریال کم دارم، خیلی ازم زمان برده، کلی دیگه کار دارم، ولی الان پلن دارم. بذار بهتون بگم نقشه چیه بچه ها. نقشه چیه اینه که اینجا از این ارتفاع به بالا قراره فارم کریپرمون رو بسازیم و فارم کریپرمون قراره خیلی فارم بمبی باشه، چون جا کمه. من باید یه فارم مدل جدیدتر بسازم که تو اینجا جاشه. برم فارمه رو بسازم، بعد میام بهتون نشون میدم چی دارم میسازم. بزن بریم. خب حالا وقتشه که ببینیم چی ساختم و چه تغییراتی رو این فارم من دادم. اولا که این یه بکاپ کریتیو از دنیای واتر کینگدومه. تو رو خدا تشنش نکنید، تو رو خدا آرامش خودتون رو حفظ کنید. تو کامنت ها نمیخوام غم و غصه و ناراحتیتون رو ببینم یه وقت. این یه بکاپ کریتیوه برای اینکه من بتونم فارم رو خوب و ترتمیز نشونتون بدم. حالا بریم سر اصل مطلب. طرحی که من داشتم برای این فارم باید توی این مستطیل جا میشد. قبلا احتمالاً خیلیاتون فارم کریپر و اسپایدر ساختید این شکلی و میدونید دیگه، یه حالت لوزی داره، یه فضای تقریباً 30x30 رو اشغال میکنه پایینش و همینجور میسازی طبقه ها رو میری بالا. من مجبور بودم یه تغییراتی تو این فارم بدم که یه خورده به نیازمندی که من داشتم بتونه تو اون نیازمندی جاشه و بتونه برطرفش کنه. این فضا کلاً 16 تاست که یه دونش این همونطور که میبینید برای بیلدمون استفاده میشه، اون برام یه دونش استفاده میشه، کلن 14 تا ارزشه. طولش خدا رو شکر 36 تاست که دوتا کم کنی، بخش 32 تاست که دوتا کم کنی 30 تا هست، یعنی 30 تای این ور رو داریم. ولی این ور این خیلی درد سرساز بود. سیستم آبرسانی پایینش رو من کلی نشستم ور رفتم تا به این نتیجه رسیدم که این شکلی درش بیام. کلن 4 تا دونه آب داره، یکی اینجا یکی این گوشه، یکی این گوشه. و خب آبا همینجور اول که میریزه اینجا، بعد یه طبقه میاد پایین، بعد طبقه دومه که میاد پایین دیگه میرسه به ماگما بلاکام. ماگما بلاکام این وسط 16 تا ساین داریم، یه فضای بزرگی برای کشتن اینا که این زیر این داره جمعش میکنه و میذاره تو چست. چستا رو بعدا باید بیشترش کنم، الان یه دونه است، یه دونه جوابگو نیست. تعداد طبقات یه طبقه، دو طبقه، 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 طبقه ما تو این فارم داریم. این بالا رو هم اسلب نذاشتم که باید بذارم بعدن یادم باشه. چرا؟ چون ارتفاع بیلدمون تا اینجاست و از اینجا به بعد دیگه بالاتر نمیریم، واسه همون 12 طبقه کافیه. فقط یه مشکل خیلی بامزه‌ای که من داشتم این بود که این گوشه ها رو اگه ساین نذاری در حالت عادی ما لوزیو که درست میکنیم آب پایین نمیریزن، ولی الان چون این کوچیکه از این ور این ساینا رو باید میذاشتم که جلوی آبو بگیرم. اگه جلوی آبو نگیرم این اتفاق میفته بچه‌ها. ببینید
خودتون ببینید متوجه میشید. ببینید آب وقتی بیاد بیرون چه اتفاقی میفته. آب وقتی بیاد بیرون قاطی میکنه. اگه یه جا بریزه پایین دیگه کل پلتفرم روش رو نمیگیره. واسه همون ما بخوایم نخوایم مجبوریم اینجا ساین بذاریم. بهترین راه حل ساینه. میشه بلوک هم گذاشت، ولی بلوک بذاری عنکبوتا ازش بالا میرن و برات دردسر درست میکنن. از ساین مثل اینکه بالا نمیرن لااقل، خوبیش اینه. خلاصه که 12 طبقه با ساین اینجوری تونستیم این طبقات رو این شکلی دیزاینش کنیم. خیلی افتخار میکنم به این فارم به خاطر اینکه با اینکه یه فارم معروفه، ولی من تونستم با استفاده از مغز خودم یه سری تغییرات توش بدم که به نیازمندی خودم یه جوری مچ شه با چیزی که من نیاز دارم. برم این فارم رو بسازم، من برم بیلد دورش بسازم که قراره تازه اینو بندازیم زیر حجاب بیلدمون و فارم تازه شروع کنه به کار کردن و عشق و صفا. بریم اون قسمت رو ببینیم، بعدش میبینمتون خوشگلا. بریم کارو تموم کنیم که دارم پاره میشم از ذوق. خداحافظ. وای تموم شده. بعد از حدود تقریبا 130-150 روز توی بازی، بعد از کلی افکی کردن، بعد از کلی بیلد کردن، بعد از کلی ریکورد کردن، بعد از کلی زحمت کشیدن، بالاخره تموم شده. بالاخره میتونیم با هم از دور به کریپر فارم جدید من نگاه کنیم. وای چقدر خوب شد. بریم بالکن. آه، از خونه از خواب بیدار میشی، میای و اینجوری کریپر فارم رو میبینی که مثل شیر سر به فلک کشیده. یا ابوالفضلین چقدر بلنده بچه ها، ببین ارتفاع دریا، یه نگاه کنیم، ارتفاع دریا تقریبا 67-66. بعد با یه دونه راکت نمیرسیم ما به بالای این، بعد دوتا بزنیم. ارتفاع بالا 167، این ساختمون 100 بلاک ارتفاعشه، 100 بلاک ارتفاع اینه. 100 الایترام داره میشکنه، اینقدر استفادهش کردم توی این مدت. 100 بلاک ارتفاعشه بچه ها، 102 در واقع دقیق بخوام بگم. پاهاش خودش کلی ارتفاعشه، بدنش خودش 60 بلاک اینه ارتفاعش. کلش چقدر هیبت و عظمت واقعا، چقدر هیب. بعد زیرش رو ببینی چستم بچه ها، اضافه کردم اینجا چند تا چست گذاشتم، یه پلتفرم گذاشتم بعدم روش فرود بیام و از دورم بخوایم نگاه کنیم. آخ چی ساختم. افتخار میکنم به این چیزی که ساختم، افتخار میکنم. امیدوارم که کس دیگه ای نیومده این کارو کرده باشه. من یه کوچولو گشتم چیزی پیدا کردم، همه بیان تو کامنت ها بگن از این اسکی رفتی، از اون اسکی رفتی، از اون یکی اسکی رفتی. امیدوارم که پدرم رو در نیارم با این کامنت ها. دوست داشتم اینو بسازم. این طرح اصلیش 1/4 این بود، من 4 برابرش کردم. 16000 تا بلاک تقریبا استفاده شد بچه‌ها تو این 16000 تا بلاک که کلی افکی کردم تا پشماش در بیاد، پدرم در اومد. خلاصه که اصلا بهش نگاه میکنم اشک از ششام جاری میشه. بذارید اون کامنت ها رو برام. فقط این بدنش بچه ها تاریکه و اگه تورچ بذارم نور بذارم خیلی زشت میشه، واسه همون نظر شما رو دوست دارم بدونم که این بدنش که سایه میافته و تاریک میشه چیکار کنیم؟ بذاریم همینجوری بمونه یا کاریش بکنیم؟ حتما تو کامنت ها به هم بگین. برای این ویدیو خیلی روز وقت گذاشتم، امیدوارم عشق کرده باشید با این ویدیو، امیدوارم لذت برده باشید از چیزی که ساختم، امیدوارم که لایق بدونید این وقتی که براتون گذاشتم و امیدوارم که ساپورت بکنید. اگه این ویدیو تعداد لایکاش واقعا کم باشه، مثلا به 3000 تا 3500 تا نرسه، احتمال اینکه دوباره بیلای این شکلی گنده بکنم و این همه وقت برای ویدیو بذارم کمتر میشه. حتما حمایت بکنید از این کار اگه دوست داشتید ویدیو، اگه دوست نداشتید که ببندید برید. اگه دوست داشتید حتما لایک بکنید، برام کامنت بذارید، انرژی بدید، حمایت بکنید که من ذوق کنم، انرژی بگیرم، بازم از این کارا بکنم توی واتر کینگدم و اینجا رو تبدیل بکنیم به یک جزیره مشتی. دمتون گرم، مرسی این ویدیو رو دیدین. من سینه کرشم، بوس بهتون تا ویدیوی بعدی. خدا حافظ.